در مورد مسح جوراب روایات متعددی اومده درباره این. بعضی از فقها این رو قیاس کرده اند بر خف. در مورد خف احادیث صحیح هست، حتی بلکه احادیث متواتر هست در مورد مسح خفین، لذا مسح خف جایزه. و فقهای دیگه اومدن خف اینه که میتونی، اولا نازک نیست خف، بلکه چیز هست، متین هست و میتونید برش را برید و جلوی نفوذ آب رو هم میگیره. اما جوراب که میدونید نازکه و فقط یک پوشش هست به قول معروف. برخی از فقها این رو قیاس کردند بر این که مادامی که خف برای این هست که آسان گرفتنه، تا کسی مجبور نشه بین که خف رو در بیاره، برای رفع مشقت هست، تا مشقت در کار نباشه شرع اجازه داده که خف رو مس کنید. خب در مورد جوراب هم همین هست، مادامی که مشقت گرفتن شستن پا مشقت هست یا در آوردن جوراب مشقت هست برای خیلی ها، مخصوصا کسایی که شاید در جایی مثل شرایط این دوست بیننده ما هستن که گفتن نمیتونه این کار رو بکنن، جورابشون رو در بیارن، سخت هست براشون، لذا جایز هست که مسح جوراب هم قیاس بر مسح خف جایز هست، میتونید اون رو مسح کنید. خف وقتی که مسح میشه بالای پا، از انگشتان پا تا محاذات به قوزک پا مسح میکنید و این مسح بر خف هست. جوراب هم بر اون قیاس شده و خیلی از فقها این رو قیاس کردند و این قیاس رو هم درست میدونن، چون علت در هر دو یکیه. علت در مسح خف مشقت، علت در مسح جوراب هم باز هم مشقت هست، و یعنی رفع مشقت، دفع مشقت هست، و دین هم دین یسر و آسانی هست، لذا جایزه بر این که کسانی که در یه شرایطی هستن که نمیتونن آب رو استفاده کنن یا پاشون رو بشورن، جوراب پوشیدن، به شرط اینکه جوراب رو بر طهارت پوشیده باشید. یعنی چی؟ شما وقتی که از خونه میرید بیرون وضو گرفته باشید، جوراب رو بر وضو پوشیده باشی، نه اینکه جوراب رو پوشیدی و تو وضو نداشتی. ولی اگه جوراب رو بر وضو پوشیده باشی، اول وضو گرفتی بعد جوراب تو پوشیدی، اگر در طول روز وضو باطل شد به هر علتی، دستشویی راحتی در کاری، وضو که باطل شد میتونید به جای شستن پا، اگه در مشقت و سختی هستید برای شستنش، میتونید مسح کنید جوراب رو.